بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على فاطمة ابيها و بعلها و بنيها به عدد ما احاط به علمك و الان اجمعین به عدد ما احاط به علمك اللهم ان الجبت و تاغوت و نعثل به عدد فضائل امیر المؤمنین به یا ارحم الراحمین توفیق داریم در ایام فاطمیه پیرامون مقامات و فضائل اهل بیت علیهم السلام خصوصا حضرت صدیقه سلام الله علیها با هم گفتگو کنیم یکی از روایات نبوی که در همه کتب مسلمون ها به اون ذکر شده چه در کتب شیعه و چه در کتب اهل سنت روایت معروفی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرزا لرضا خداوند به غضب حضرت صدیقه سلام الله علیها غضبناک و به رضایت او رضایتمند می شود یکی از نکاتی که شاید در برخورد با این روایت برای ما به عنوان سوال پیش بیاد این مطلب هست که چرا در بین همه اهل بیت علیهم السلام و حتی در بین همه اهل کسا چرا پیغمبر اکرم حضرت زهرا سلام الله علیها را معیار غضب و رضایت خداوند قرار داده است سوالی که شاید در زمانی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم این روایت رو فرمودن کسی در ذهن خودش به دنبال این سوال نبود که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها اما اتفاقات بعد از شهادت پیغمبر اکرم دقیقا این مطلب رو مشخص میکند که اگر حضرت زهرا سلام الله علیها از کسی رضایت داشته باشد این رضایت رضایت شخصی نیست و اگر از کسی غضبناک باشد این غضب نیست غضب شخصی نیست بلکه بیانگر و جلوهگر رضایت و غضب الهی است یکی از جنایاتی که در طول تاریخ متاسفانه مرتکب شده‌اند دیگران این بوده است که بخواهند جلوه بشری و صرف بشری و حتی جدا کردن جلوه بشری و الهی برای اهل بیت علیهم السلام قائل شوند بدین معنا که در یک زمانی امامی ممکن است برای خودش رضایت داشته باشد و یک زمان برای خدا رضایتی داشته باشد یک زمان به شخص از کسی غضبناک شود و زمانی دیگر به امر الهی از اون فرد غضبناک شود متاسفانه در خیلی از داستان این مطلب رو ذکر میکنن در داستان معروفی که در واقعه جنگ خندق بهش بیان شده به هنگامی که امیر بر روی سینه امر ابن نشسته و او آب دهان به صورت حضرت پرتاب میکنه بعد داریم که نقل میکنن در تاریخ که امیر از روی سینه امر بلند میشه چند قدمی میزند و بعد مینشیند و او رو به درک واصل میکنه بعد از امیر المؤمنین سآل میکن که آقا چرا در همون لحظه سر از بدنش جدا نکردین حضرت میفرمایند به خاطر این کاری که او انجام داد من غضبناک شدم و بعد بلند شدم که خدایی نکرده من به خاطر قذب شخصی خودم او را نکشته باشم و بعد این جمله را بیان می کنیم که از علی آموز اخلاص عمل آیا می شود حجت خدا برای خودش قذبی داشته باشد جدای از قذب الهی این مطلب در تاریخ به دروغ نگاشته شده است که امیر المؤمنین برای فروکش کردن غضب شخصی خود از روسینه ما امر بلند میشن و بعد برای خداوند است که او رو میکشن نه اگر امیر در هر جایگاهی و به هر اتفاقی غضبناک شود جلوه غضب الهی است بروز غضب الهی است و اگر از کسی رضایتی داشته باشد باز این رضایت الهی است که در وجود امیرالمؤمنین و در وجود اهل بیت علیهم السلام جلوگر میشه پس به هیچ عنوان نمیتوانیم تفکیکی در این مطلب داشته باشیم و در طول تاریخ سعی کردند این مطلب رو به این شکل بیان بکنند چرا که اگر زمانی شنیدیم حضرت زهرا به واسطه قصب خلافت از امیر المؤمنین به واسطه قصب فدک از حضرت صدیقه سلام الله علیها از کسی ناراحت بودند این ناراحتی را ناراحتی شخصی بدانیم نه یک مسئله دینی و لذا به این نکته ظریف پیغمبر اکرم در زمان حیات خودشون اشاره میفرمایند که بدانید اگر زهرای من از کسی غضبناک شود جلوه غضب الهی است و اون شخص مورد غضب خدا قرار گرفته است و اگر کسی از کسی رضایتی داشته باشد آن فرد بداند که قطعا مورد رضایت خدا قرار گرفته رضا فردی خدمت امام صادق علیه السلام میرسه از حضرت سوال میکنه که آیا میشود برای خداوند حالتی قائل بشویم مثلا بگوییم امروز خدا خوشحال است الان خدا ناراحت است به این شکل خدا غضبناک شده است خدا از کسی رضایتی پیدا کرده است امام صادق علیه السلام میفرماید نه هرگز والله به خدا قسم که این شرک است مگر میشود برای خدا حالتی قائل شویم اما خداوند حجت را رو در روی زمین قرار داده است که غضب اونها رو غضب خودش رضایت اونها رو رضایت خودش محبت اونها رو محبت به خودش و اسیان و نافرمانی از اونها رو اسیان و نافرمانی خودش قرار داده است پس بدانیم حجت خدا اگر از کسی نارضایتی داشته باشد این نارضایتی برمیگردد به عدم رضایت الهی اگر کسی مورد سخط حجت خدا قرار بگیرد در حقیقت سخط الهی را پذیرفته است و این یکی از بالاترین نکاتی است که پیغمبر اکرم در زمان حیات خودشون ذکر میکنند که ای مردم بدانید معیار رضایت و غضب خدا حضرت زهرا است نکند که بعد از من او را ناراحت کنید نکند بعد از من کاری کنید که او از شما غضبناک شود که به یقین جفای به من انجام داده این و هر کس که به من جفا کند به خدا جفا کرده است من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله از خداوند بخواهیم که انشا الله به برکت شرکت در مجالس اهل بیت به برکت گریه بر مصیبت اهل بیت علیهم السلام خداوند رضایت و معرفت اهل بیت علیهم السلام و در وجود ما محقق بفرماید. اللهم اجل ولی یک الفرج و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.